امروز یه کار عجیب غریب میخوایم بکنیم. امروز رفتیم ما دو تا تست دی ان ای گرفتیم از سایت ancestry.com که تست دی ان ای بدیم. این تست دی ان ای چیکار میکنه گفتی؟ خب حالا این تست دی ان ای بهت میگه از کجایی، چند درصد تو چی تشکیل داده، کجات چی تشکیل داده، کی کجا چی کار کرده. یعنی این که هم که کی کجا چی کار کردهش خیلی مهمه. آره من میخوندن نوشته بودن که چیزه به قول معروف هریتیج بهت میگه مثلا بکگراند یا مثلا قومیتت از چه قومیتی هستی و حتی موومنت قومیت هم بهت میگه مثلا okay. فامیلات مثلا به فرض سال 1980 اینجا بودن بعد رفتن اینجا حالا اون احتمال داره اونا رو اونقدر دیتیل واسه یه خارجی ها بگه که ثبت شده مثلا یارو 1840 رفته مثلا آمریکا یه جا نوشتن یه چیزی و اینا. حالا به نظرت اگر این تست رو بگیریم بفرستیم چند درصد چی میشه؟ فکر میکنی چیه اون بیشتر از همه؟ من چیز بگم ببین این تست اگه 50% حداقل کرد نباشه یا این تست خرابه یا دی ان ای من خرابه، باید 50% باید کرد باشه. نه کرد آذربایجان، مگه کرمانشاهی ها کردن؟ کرمانشاهی ها کرد اصلا. وای چه چیزی گفتم، بگرد منی چه چیزی گفتم. پوشه که میخواد بیاد پوشه. نه ما کلا بکگراندمون البته فامیلیمون هم توش تبریزی داره اما من نمیدونم یا کجا مسخره. تو فامیلی تبریزیه؟ نه ما جدن کرد، نه ما خدای جدن در جد همه کردن. تا اونجا که من اطلاع دارم. حالا دیگه پدر بزرگای قدیممون کجاها بودن چه کارا کردن من نمیتونم. اما این بعد 50% البته یه چیز نیست. البته یه چیز بس برانگیز بگم بفهمید. زمان فکر کنم ساسانیان هخامنشیان تو اون دوره زمان مثلا دو عهد عتیق مثلا زمان باستان این حرفا، کردستان امروزی ایران 4 ایالت بوده، 4 ایالت خیلی بزرگ، 4 بخش بوده نه ایالت. مثلا یکیش فکر کنم خراسان بوده، یکیش سیستان بوده، یکیش آذربایجان بوده که کردستان تو اون دسته بوده. حالا واسه چی تو فکر کنی از کجا؟ ببین من تا اونجایی که آب بخورم گلوم گرفت، من تا اونجایی که خبر دارم از سمت پدری، من قشنگ 7 نسل 7 پدر بزرگامو میدونم کجا بودن، اسمشون چیه واقعا. آره 7-8 داره میدونم. بعد میدونم همشون هم تو همون منطقه بودن که بهش میگن، یعنی امروز اسمش سرابه. بعد همه تو همونجا بودن، حتی تو همون دهات بودن، تکون هم نخورده بودن. بعد احتمال میدم یه چیزای اونجوری در بیاد. آذربایجان شرقی سراب، آره جز آذربایجان شرقی محسوب میشه، ولی خب مثلا نزدیک اردبیل و تبریز و ایناست. اینم سر این شهرین مثلا نزدیک اونجا هم. حالا برای من احساسم اینه که چند درصد از اونجا در میاد به نظرت؟ حالا چون چیه که تو بگه 100% از سراب در میاد، نه آذربایجان ها سراب. نه یعنی احتمال داره مثلا هم توش نمیدونم واقعا، شاید مثلا میذاره توش یه دیدی رگ مغولی پیدا شد. البته اون میگم مثلا اینو نمیگم بخاطر اینکه مثلا احساس میکنم که داستانش چیزها یعنی از یه جا نیستم، ولی کلا دارم میگم. ولی توی ایرانی ها احتمالاً مثلا هندی باید باشه، عرب شاید باشه، عرب احتمالاً باید باشه. حتی میگم عرب کجاش مهمه. آره. دیگه چون مثلا اون مثلا توی چیزی که من دیدم تو واسه برای یکی آنلاین قسمتی از عراق و ایران امروزی توی یه دسته بندی بود. میشه میگم آره. من چیز عجیبی هم که دیدم، حالا نمیدونم واسه هر کی یه جوری برمیگره، واسه بعضی قومیت رو مینوش، بعد مثلا حتی مذهب رو یه جوری به عنوان قومیت مینوش. مثلا به فرض شما نوشته مثلا جویشی، مثلا 3% جویش قوم نیست، اون چیزه جویش میشه یهودی. اون یه مذهبی. این تست رو ما الان میگیریم، تو ویدیو رو ادیت میکنی میریم بعد از این میریم واسه جواب. آره حالا کیتو وا کنی بچه ها که دارن آنلاین نگاه میکنن ببینن. بچه ها جان نوشته که این کیتو شما خریداری میکنی، حالا اسم سایت رو پایین میذارم، ما کمیسیون هم هیچی نمیگیره این وبسایت. کمیسیون چه جمله‌ایه؟ نمیدونم مثلا آقا شما دارید تبلیغات نیست هستن، میگم ما خودمون تهیه کردیم فواصل این ویدیو، شما اینو میخرید. نوشته که collect your saliva، یعنی سمپل آب دهنتون رو جمع آوری میکنی توی یه ظرفی، توفت رو جمع کنی پستش میکنی به آدرسی که واسط فرستادم و جوابش رو واسط ایمیل میکنم. ایمیل رو فکر کنم بعد آنلاین آره جواب رو ببینیم. نوشته که explore your result، نه نوشته چجوری، احتمال زیاد آنلاین بیاد. فکر کنم آنلاین آره یا ایمیل میاد یا آنلاین your unique activation code.
گل نکن رو فکر کنم اون لازم بشه. الان واقعا جلوی دوربین میخوام توف کنیم توی ما داداش، اونش خود به خودت بستگی داره. این آجا این جا توفیشه فکر کنم، و یه چیزایی هم داره من نمیدونم این برای چیه. کارت توضیحاتشه اینا هم حاجی چیز داره، آرم بایو هزارده که مثلا وقتی پست میکنیم که باید روی پست بچسبونی که مثلا بدونن مثلا توش مایه خطرناک هست. ما چیز میکنیم دوستان، پس این تست رو انجام میدیم، به ما گفتن که تقریبا 6 تا 7 هفته طول میکشه تا جوابش برگرده. حاجی زبان آلمانی نداره، من نمیتونم بخونم. درود بر تو. درود بر تو، ریزولت ها اومد. حاجی اومد ریزولت ها. ریزولت ها اومد. ریزولت ها نهایی کردی یا نه؟ راستشو بگم نه، خیلی نزدیک شدم بهش، یه گوشه چشی انداختم ولی زیاد نه. اما خدایی نهیدی؟ کامل نهیدم. نه منم نهیدم، منم خواهم الان لاگین بکنم همین الان ریزولت رو پیدا بکنم. خدای ریزولتاتو ببین، خیلی برام سخت بود جلو خودمو گرفتم که نبینم. و من یه هفته است نشستم به مورد دارم نگاه میکنم که ببینم چی شده چی نشده. آره آره حاجی، ایمیل هم هی میاد، خب هی چک بکنی، بعد کازنایی که یا مثلا فامیلایی که ممکنه دی ان ای شبیه شما باشه هی بهت ساجستشن میده، هی آدم وسوسه میشه بری نگاه بکنه. چند تا فامیل هم بگردی ایمیل هاشو بعد چک نکردم، خدا کنه نباشه، نمیدونم. خب بذار بریم لوگین کنیم ببینیم چه خبره. خب لوگین کردی؟ آره من دارم نگاه میکنم. خب بخون ببینیم، بخون برای ما، بذار ببینم چیه فعلا. هضمش سخت انگار. نه آجی نوشته ولی خب چیزه دیگه، یه جورایی تو من تو گفتم تو اون ویدیو که سری قبل زد، یعنی همون بخش اول ویدیو دیگه که چیه داستان من، آجی داده 61% ایرانی، نوشته ایستن ایراک با وستن ایران. خب حالا احتمال اکثر رو میذاری دیگه، نقشه داده اونجا هایلایت کرده کجاست، بعد خب اون میشه. حاجی آناتولیا با یک کلمه هست، من نمیتونم کلمه تلفظ کنم ولی میدونم معنیش میشه قفقاز. سعی کن تلفظ کنی چیه؟ کوکاکسس؟ کوکاکسس یه همچیزایی، آناتولیا اند کوکاکسس. حاجی اون زده 28%. خب میشه آناتولیا اون یه جایی وسط ترکیه هست. فک حاجی ما چند درصد آناتولی؟ 63% ایران زده، 28% قفقاز و آناتولیا. بعد یه دونه 8% دارم. ببخشید من میشه تو رو رفیق قفقازی سلام دوست قفقازی حاجی قفقاز میشه ارمنستان و آذربایجان و اینا همش چیز گرجستان و روسینا زمان قاجار از ایران سوا شدن دیگه. حاجی نباید بخندم چون مال خودم الان دارم نگاه میکنم، حالا بهت میگم. حاجی بعد از 8% لوانت حاجی وات؟ نه چی؟ حاجی لوان میشه سمت اسرائیل. واقعا؟ آره حاجی 8% زده خود اسرائیل، زده اسرائیل و فلسطین، بعد قشنگ این نوار غزه رو قرمز کرده. فاک پشمهایم. خب حاجی بعد پایینش نوشته 8% ولی میتونه تا 14% باشه، نمیدونم الان منظورش چیه دیگه، نمیخوام خیلی باز کنیم بخونیم ببینیم چی به چیه. بعد فقط یکی دو درصدش مونده الان. چند درصد لمانت بود؟ آجی 8%. 8%. ببین 61% ایران بود، 28% آناتولیا و هم قفقاز بود. میگه میشه ارمنستان، آذربایجان، این داستانا. بعد ایجن آیلندز یه جای سمت آجی تو چیزه تو نقشه. فاک آف. ای پشت نده. آجی یونان دارم تو. یونان چند درصد؟ 2%. 2%. زده یونان قشنگ؟ حاجی زده یون توی یونان الانه دیگه، حالا احتمال داره اون لابلا تو ترکیه جای بوده باشه دیگه، چون نسبت به همون چه بک‌گراند خانوادگیم که بهت گفتم. اسم منطقه رو چی زده؟ حاجی زده ایجن آیلندز. ایجن آره فکر کنم okay. به فارسی میشه دریای ایجه، نمیدونم چیه. بعد یه نا 1% سادن ایندیا. خب حیوان چرا میخندی؟ حاجی 1% صد ایندیا زده بنگلادش اینجا. حاجی 1% داداش 1% بچه یعنی داریم مگه بسیار اینقدر 1% قوی بوده. ببین هرچی اینجا اسپورت همشون سفیدن تقریبا، یعنی پوستشون پوست سفیدن. زده مثلا پاکستان کراچی. حاجی زده سریلانکا. زده پرایمری لوکیشن ایندیا، مالدیو، سریلانکا، میانمار، نپال.
یه درصد نخوناست بچه میخونن بدتر میشه. ببینید یاد چی میفتم وقتی میگم نپال. یه روز رفتیم گفتم که نمیشه نپال، یه روز رفتیم تو تایلند تو اون داروخونه. خب بعد یارو بهم گفت برادرم دختر ایجن بود. بعد ما گفتیم بابا من که اصلا برادر تو ایجنی فلان. بعد عکس برادرش آورد. آره اون اصلا از من بیشتر از من بیشتر شبیه من بود. اون یه درصد شاید حاجی چیز حقیقت مالدیو سریلانکا فهم. اما یه درصد، یه درصد باز چیزه. قیافه‌ام خیلی شبیهشونه. داداش دی ان ای از یونان تا هند چیزه. تا خود هند رفته. آره یه جورای کلکوپر یه جورای انتظار داشتم این بشه، ولی یه جورای مثلا اون 8 درصدی که سمت اسرائیل و اینا ایناش باحال جالب بود اصلا. برات چه جوریه؟ برات چیه؟ آجی منم وا کردم. سه تا خط زده. من به قفقاس خود تو خنده منم توش قفقاس داد. قفقاس زدی تو ها؟ حاجی مرمت زده سلام بر تو قفقازی کلیک کن 89 درصد زده ایران سلش پرژیا. بعد نزده کجاشه مثل واسه من زده چیز ایران غرب ایرانه. الان کلیک بکنم. آها الان اینجا بریکدام بهت میده. زده افغانستان، آذربایجان، عراق، قزاقستان، کویت، عمان، قطر، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات، ازبکستان. همه اونا رو زده. همه اونا رو زده. اوکی. نه بقا آجی بس زیاده. اما تایتل زده ایران پرژیا. اوکی. آجی همینطوری عکس آدم داره به اینا مثلا کسی که مثلا دی ان ای شبیه همه. خب. بعد. حالا بذار بعدا نگاه کنم. اما زده 89 درصد. ایران پرژیا. خب. 10 درصد. آناتولی و. کوکاسوس. این اسمش هست. کوکاسوس. خب آجی یاده چیزی پگاسوس هست چیزه با بعد 10 درصده 10 درصده واسه 28 بود آجی اینو زده اینو برکتنش زده واسه یه آناتولی زده ایران عراق جردن که میشه اردن فلسطین روسیه سیرین عرب ریپابلیک ترکمنستان ازبکستان. چه رفت داشت به چیز به قفقاس رفت داشت ترکمنستان دیگه نمیم اون از شاید زده اوس و فاوند مثلا تو اون کشورهای دیگه. آره ببخشید یار نوشته پرایمری لوکیشن، پرایمری لوکیشنش ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه. ترکستان. اوکی. بعد اوس و فاوند اونایی که خوندن آره که کلا تمام کلا تمام کشور منطقه بود و یه درصد هم اگه گفتی چیه عمرن هندی باشه لوانت. نه تمام اسرائیلی خونه اسرائیلی تو چیز دست داره عجب یه داد اسرائیل فلسطین. آقا من اینو دوست ندارم این تست رو. چرا؟ چون من قبل از که زب بکنی من گفتم 50 درصدی ما کرد در بیاد. این اصلا اسم کرد توش نیست. از امارات و قطر و کویت و تاجیکستان زده به سن ایران دیگه یا ترکیه یا کردی دیگه. آدی یه چیز دیگه اینجا نوشته واسه من خیلی جالبه. چی؟ نوشته از 80 درصد مردم دنیا گشادتری. انگلیسی چجوری چجوری نوشتن گشادتری ها نوشته you are open too open آجی نوشته که چیزه نوشته از 80 درصد آدمای دنیا برای تو سخت‌تر که صبح از خواب بیدار شی. ها دیدم الان یه چیزی اومد ترید همچی اسمایی داشت آجی میگم من صبح از خواب بیدار میشم انگار مثلا منو مثلا خرد چیز شو کرده خیلی حالم بده من سال خواست خلصت همه ایرانی هاست فکر کنم نه اکثر ایرانی ها ببین درک نمی کنی بیا دی این ای نیست دیگه دی این ای چه داشت دیگه ببین من از صبح از خواب بیدار میشم مثلا 7-8-10 ساله که صبح از خواب بیدار میشم تا ساعت 1 بعد از ظهر که کلا نیستم تو این دنیا چون نه نیستم واقعا نیستم مثلا نه هستم ولی نیست فیزیکال هستی روحی نیستی ساعت 3-4 به خودم میام من معمولا الان 7-8 ساله من ساعت 3-4 به خودم میام اگه صبح از خواب بیداشتم بس سالم زده دیگه 1700 آره یه تاریخچه کوچیکم زده حالا من فکر کنم آخر برنامه چیز بکنم واسه یه بعد از پادکست آخر برنامه شد بذارم مثلا مثل اسلاید شو بیا چون حاجی از سال 1700 زده تا 1950 تاریخچه چیز زده آجی نگاه کن کل نقشه سفیده تبریز و اردبیل و سراب و فکر احتمالا سرابه دیگه آجی تبریز اردبیل رو قهوه کرده اینجا دایره کشیده دورش داره. بعد اون چیزه که الان خوندی تریت ها رو واسه من سه تا فکرم واسه تا اومده باشه تو گوشی نرد کامپیوتر بیاره زده که سه تا تریت مجانی داده خب تریت من اول من پول دادم گرفتم کاملش دیگه فکرم $30 بود واقعا پس ولی معمولا چرت و پرته یعنی چیز مهم نیست خیلی ها مثلا چیز مهم نیست به قسم خوابه
حالا چیز درباره چیز نوشته، فیتنس نوشته، هارت ریت ریکاوری، یعنی ضربان قلبت بعد از ورزش چقدر زودتر ریکاور میشه، مثلا میاد پایین. Heart rate recovery means how quickly your heart returns to resting pace after you finish a workout. Okay. But حاجی مال من زده خیلی فست. نه باز من خیلی مثلا میرم کار. با واقعا هم اینجوری هستا. حاجی من مثلا بدوام عرق میکنم، ضربانم میره بالا، اما مثلا 10 دقیقه وایستم. آره نه باز من زده چیزه. Less likely یعنی کمتر زده. ما هم زده اینا. بعد تریت بعدی حاجی زده اینجا هدینگ زده نوشته که morning or night person. آجی کلیک کرد آجی اینجا نگاه کن تو خدایی میت رینج نداریم نایت آجی واسه من همینو زده نایت بعد تو توضیحاتش نوشته که اخواب نمیدونی بیدار شی دیگه تو همونه آره اینم اینم اتفاقا درسته شما واقعا با عذاب الهی صبح پا میشم و تریت آخر تیکینگ نپس یعنی خواب روزانه people in United States and Japan report napping more often than folks in Canada, Germany, UK, Mexico. آجی واسه من زده مید رنج مثلا بس در روز میخوابی. نه من بس در روز اصلا نمیخوابم. من واسه من زده. اصلا نمیتونم. آجی من نوشته اگر تو خلاصش اینه به زبان خودمون. اگر میرفتی توی ورزش هایی که سرعت بودش این نمیشدی. چیز میکردی؟ اکسپیکت میکردی این دربی براد یا نه؟ چه من میکردم؟ به عنوان مثلا چیز فکر میکردم اینجوری باشه آره اما یه درصدی که سمت اسرائیل و فلسطین رو توقعش نداشتم اما آناتولی همون قسمت های ترک نشین و فارس نشین آره چون یه بک‌گراند کل اکثر ایرانی اونجا بوده دیگه آره. اما این چیز جالبه اینو میذارم آخر ویدیو اینو دیدی تاریخ ها رو زده 1700 آره همین الان چیزش کردم دیدمش خب. بعد موتور روش میذاری فکر کنم بعد برم خیلی دقیق بشینم نگاهش کنم روش میذاری آره. جای مختلفو هایلایت میکنه آره. مثلا درباره مثلا 1700 زده